دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیست با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندانها، درمان نوهنجاری‌های فک و صورت، اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصص ارتودونسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودونسی، عضو انجمن ارتودونتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت ماهیانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-11-13 310-444-11-13 دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیست. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. درود فراوان بر شما عزیزانم. خیلی خوشحالم یه بار دیگه روبروی شما قرار گرفتم و با شما صحبت میکنم. با نام و یاد خداوند جان و خرد برنامه‌مو با عشق شروع میکنم. عشق یک مفهوم انتزاعیه، یعنی برای خودش همینطوری توی خلا هیچ معنایی نداره. فقط چیزی که مهمه بدونین اینه که عشق یک نگرش مثبته و تنفر یک نگرش منفیه. اینا مفهوم انتزاعی شما هستین که به اون معنا میدین. کلن اتفاق مهم نیست، نگرش ما به اون مسئله مهمه. بعضی واقعا دیدگاهشون نسبت به یک موضوع با دیدگاه یک کس دیگه نسبت به همون موضوع کاملا متفاوته. به خاطر همین هستش که ما دیدگاهامون هست که ممکنه ما رو هرت کنه، ما رو ناراحت بکنه و ما برداشت از اون مسئله رو با توجه به افکار خودمون، با توجه به حالا چیزهایی که ما توی ذهنمون شرطی کردیم، بر اون مبنا ما تمام اینا رو برداشت میکنیم. بنابراین توصیه‌ای که من بهتون میکنم اینه که از زندگی، از اون چه که دارین لذت ببرین. تمام مدت به فکر آنچه که ندارم میتونه شما رو آسیب بزنه، به خاطر اینکه به داشتهاتون فکر نمیکنیم و همون داشته اگر یه ذره ازش کم بشه، حالا یا سلامتیه یا هر چیزی که دارین، میبینین که چقدر براتون مهم بوده و شما اهمیت ندادین. مهم اینه که من از آنچه که دارم لذت ببرم و به آنچه که ندارم فکر نکنم. برای اینکه اگر بخوایم به آنچه که نداریم فکر کنیم، میبینیم خیلی چیزها در جهان هستش که ما نداریم و حتی اونایی هم که ثروتمندهای بزرگ یا کسی قدرتمندها، باز هم اونا یه چیزایی هست که ندارن. بنابراین اون رضایت رو اگر ما فقط در اینکه یه چیزی بهی به دست بیاریم بخوایم بیشتر داشته باشیم، بخوایم افزایشش بدیم، اگر نشه ناراحت بشیم، یعنی خودمون نمیخوایم از لحظه هامون استفاده کنیم. لحظه های ما همین لحظه است که من شما الان داریم صحبت میکنیم. یعنی اگر این لحظه رو شما میسش بکنید، از دست بدین، تبدیل میشه به گذشته. ما قدرتی هم دیگه نداریم برای اینکه گذشته رو برگردونیم. آینده هم اصلا مفهومی نداره، چون ما نمیدونیم یک دقیقه دیگه چه خواهد شد. به قول معروف میگم مرگ از موجه چشم به ما نزدیکتر است. بنابراین ما نمیتونیم الان وری باشیم، استرس پیدا کنیم برای اینکه فردا چی میشه، اما میتونیم از حالا برنامه ریزی هایی برای آینده بون بکنیم. چه تصمیمی دارم برای 6 ماه آینده، چه تصمیمی دارم برای 1 سال آینده، و اینا رو
توی برنامه‌هاتون، تو کلندرتون یا تو تقویمتون یادداشت بکنین، برنامه ریزی داشته باشین برای زندگیتون. و اگر برنامه نداشته باشین، همین لحظه ها رو بگیم حالا فان کنیم، حالا الان وقت را غنیمت هست، لحظات رو ما از دست میدیم و دیگه اونا رو نمیتونیم به دست بیاریم. یکم مسئله که مهمه که من میتونم براتون بگم اینه که ما اون حرفی رو که میزنیم فقط 7% منتقل میشه این کلام، اما تنین کلام ما، مدلی که ما ابراز میکنیم، همه باید یادتون باشه چجوری ما برخورد میکنیم، چجوری ابراز میکنیم، حتی حالت نگاهتون، حرکات و میمی که صورت ما 55% پیغام ها رو اون منتقل میکنه. یعنی ما فقط اون حرفی که صحبتی که میکنیم 7% پیام رو میرسونه. بنابراین یاد بگیریم ارتباط صمیمی و مؤثری برقرار بکنیم. این کتاب من به نام رمز موفقیت و ذهن خلاق رو که واقعا همکارای من آقای دکتر روانشناس هستن که خونده بودن، میگفتن واقعا من 5 بار خوندم، شما گفته بودین 5 بار بخونین، ولی کافی نیست، من تا الان 10 بار خوندم باز هم مشتاقم، چون چیزهای ریزتری رو توش کشف کردم. بنابراین این میتونه به عنوان یه رفرنس برای شما باشه و بتونین این رو برای خودتون به هر حال به عنوان دستمایه داشته باشه. و کسایی که کتاب رو اوردر دادن براشون فرستاده شد. این کتاب من بسیار تکنیک های روانشناسی و تجربه های خود من شخصی من که باورهایی رو که من توش نوشتم و اون شکلگیری هایی که داریم میکنیم، اینا به هر حال تمامش بیان شده چجوری شخصیت ما شکلگیری میشه، چجوری ما میتونیم اینها رو در میون بذاریم. بنابراین یه کتابی هست به نام جادوی باور، این کتاب رو من نوشتم که الان دارن چاپ میکنن، زیر چاپه، وقتی که چاپ شد به هر حال پخش میشه و منتشر میشه و در دسترس همگان قرار میگیره. این کتاب رمز موفقیت و ذهن خلاق توش در مورد اینکه ما تصویر ذهنیمون، یه قسمتی داره به نام تصویر ذهنی که بعضی ها میگن خانم دکتر یه خورده مثلا توضیح در مورد کتابتون بدین. کتاب من خیلی به زمان ساده نوشته شده، نکات خیلی علمیه، نکات خیلی تجربیه، اما به زبان ساده که برای همه قابل درک و فهم باشه نوشته شده. ما تصویر ذهنی که از خودمون داریم، یعنی چی تصویر ذهنی از خودمون داریم، چی هستش؟ من ممکنه خیلی هم زیبا باشم به چشم دیگران، اما خودم زشت میبینم، برداشتم از خودم. کمون که من مریض داشتم، یه دختر خانم بود، خیلی هم زیبا بود، ظاهرش خیلی قشنگ بود، همه چی، یعنی مشکلی نداشت. میگفت نه من حالا دارم کار میکنم همینجا توی امریکا، میخوام پولام جمع کنم، مثلا بینی ما عمل کار، اصلا بینی کوچیک قشنگی داشت، اینجا درست بکنم، اون کارو بکنم. یعنی چی؟ یعنی برداشت من و تصویری که از خودم دارم بسیار تصویر غلطیه، تصویر اشتباهیه. آقای اندرو تلفن مال منه؟ درود بر شما، بفرمایید. الو خانم دکتر نظامی، های شما؟ خیلی ممنون، خوب هستین شما؟ مرسی، خیلی ممنون، مزاحم همیشگی. نه اختیار داریم، مراهم هستی، خواهش میکنم. من یه سوال از شما دارم، من خیلی روکم، خیلی روک به حفاظ به که خیلی شخصی یا ببینید، روک بودن با انتقاد کردن، با بی‌ادب بودن فرق داره. ما باید تمیز بدیم به اینها رو. روک بودن شما چه جوریه؟ چه نکاتی رو میخواید به آدما شما
منتقل کنین، ترانسفر کنین، نکاتی که اگر فکر میکنین آزارش میده ما نباید این کارو بکنیم. اصلا من نمیفهم رک بودن اصلا یعنی چی. خانم شما با خانومتون رو کسته؟ نه او شخص خانومه و من با من یه دوست معمولی قبول کرد اینا. خب یعنی شما رو که بهش حرف زدین قبول کرد، خوشحال شد، ناراحت نشد؟ خیلی خب، اگر ناراحت نشد چیزی رو که نه نه اصلا ناراحت نشده. خب به حال رک بودن بستگی داره به تفکر شما. چی رو رک میدونین؟ آیا من حرفی رو که مثلا تو دلمه برداشتمه برگردونم به اون طرف مستقیم، اگر یه کمی گزنده باشه ممکن ناراحت بشه. میدونین یه جایی هست که آدم میتونه، مثل یه خانومی که به من، یکم مریضای من میگفت خانم دکتر من یه خانومی دوستمه و اینا یه لباسی رو پوشیده بود، من برگشتم بهش گفتم وای این چقدر لباست بدرنگ، اصلا قشنگ نیست. آیا فکر میکنین این رک بودنه و درسته که ما چنین ابراز عقیده‌ای بکنیم در مورد کسی که پوشش خودش رو انتخاب کرده، حتما دوست داشته، فکر کرده براش جالبه، فکر کرده بهش میاد، و من اینجا چه حقی دارم؟ اینکه ما که نمیتونیم اسیر همه آدمای دنیا باشیم. یکی از لباس من خوشش میاد، یکی از کفش من خوشش نمیاد، اون یکی از رنگش خوشش میاد، اون یکی قرار از رنگش خوشش نمیاد. من که قراره دلقک باشم و بخوام به تبع افراد دیگه، خوشایند افراد دیگه لباسم رو انتخاب کنم، روشم رو انتخاب کنم، این یعنی من استیبل پرسونالیتی ندارم، یعنی یک شخصیت ثابتی در من وجود نداره که من تو این شخصیت ثابت بتونم خودم رو حفظ بکنم. حالا اگه یکی از لباس من انتقاد کنه بگم اوکی، من با نظر شما رو قبول میکنم، من نظر این که شما این رنگ رو دوست ندارین، ولی این انتخاب منه، من این رنگ رو دوست دارم یا من این انتخاب کردم. معلومه که ما دوتا آدم هستیم با دوتا تست یا عقیده یا در حقیقت افکار متفاوت. بنابراین شما اگه دوست ندارین خب شما این رنگ رو نمیخرین، من نمیپوشین. حالا من دوست داشتم و پوشیدم. این که ما خیلی به نظر من بسیار نادان هستیم اگر هی بخوام از ظاهر آدم ها نه اینت بده اونت خوبه. یا خانومه من گفت خب یه خانومی من مثلا یه سال ندیدمش دوستمه ولی خیلی چاق شده، حالا میخوام بهش بگم بابا مواظب خودت باش، مثل که خیلی چاق شدی حواست به خودت باشه. فکر میکنی اون آدمی که چاقه خودشو نمیبینه؟ و شما میتونه قطع کنین اگر از تلویزیون گوش بده. خواهش میکنم. مرسی قربان شما، خدا نگهدار. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر. درود بر شما. تشکر از برنامه خیلی خوب و پرمحتوا. می‌خواستم سوال کنم، مثلا چیکار بکنم که من در یه گاراژ رو می‌بندم، بعد میرم یک دو سه ماه که میرم یهو میگم بستم نبستم، بعد میام چک می‌کنم ببینم بازو همینجور، این چجوری میتونم این من ابسسیو کامپالسیو دیسوردر؟ یه مقدار شما وسواس فکری عملی دارین، یعنی وقتی که اینو بهش بها بدین، به این وسواس فکر عملی بها بدین، حالا الان گازو خاموش میکنین، بعد میرین اونجا میگه ای نه اصلا من نکردم، دوباره بیاین چک بکنین. بعد وقتی که اینو هر روز عملشو انجام میدین، یعنی در خونه رو میرین دو مایلم دور میشین باز بر میگردین و اونو چک میکنین، یعنی شما دارین به افکار وسواسی خودتون در حقیقت که داره تمپتیشن میکنه شما رو، یعنی چیکار میکنه؟ اون شما رو وادار میکنه یه حالتی این فکر
تنش در شما ایجاد میکنه که تا موقعی که نرین و چک نکنین احساس میکنین که ندرست است. و من یه مریضی دارم اینجوری هستش که یه سوالی رو مثلا میکنه بعد دوباره، حالا از افرادی که باهاشون در ارتباطه، میگه مثلا من یه چیزی رو شک میکنم، ازش سوال میکنم، بعد میگه که نه بابا اشتباه میکنی، اینطوری نیست. میگه تا دوباره ازش میپرسم، نه واقعا اینطوری نیست، تا قسم نخوره، تا فلان. باز میبینی اون فکر است که فشار میاره شما رو، وادار میکنه اینقدر اون فکر رو هی دنبال بکنین، بعدم باز جوابی که میگیرین باز دوباره شما رضایت پیدا نمیکنه. غیر از این در بستن و اینا، آیا وسواس دیگه ای دارین شما؟ فکر نمی کنم. به توجه کنین مثلا وقتی که یه سوالی رو میکنین بهتون یه جواب میده، تو سوال وقتی شک میکنین که او نکنه درست به من نگه، ازش سوال نمیکنین راستی واقعا حالا اینطوری شده؟ میتونم از تلویزیون گوش کنم، صداتون خیلی قدر راست میشه برای من. از کجا زنگ میزنین؟ من از تهران. باشه عزیزم، میتونین از تلویزیون ببینیم و بعدم اگر خواستین من تراپی درمان این وسواستون رو باهاتون میتونم انجام بدم، با هیپنوتراپی، و خیلی میتونه اثر بذاره. میتونیم با دفتر من 0919 793 2933 تماس بگیرین. وقت مشاوره شما 20 دقیقه رایگان، با همه ایرونی ها من 15 تا 20 دقیقه مشاوره رایگان میکنم و با اتون میتونم چیز درمانی رو انجام بدم. برحال ممنون از تماستون، خدا نگهدار. خواهش میکنم. در مورد همین وسواس که صحبت میکردم، ببینین الان ایشون اون حالت بیمارگونش رو ندارن، گفتن صدای من بعد میومد، اما وقتی که ما بهش بها بدیم، هی بگیم وای نکنه در نبستم، نکنه مثلا اونو اونجا گذاشتم، نکنه گاز روشنه در خونه، پنجره، هر چیزی رو که فکر میکنیم، اینا این فکره است که ما رو در حقیقت وادار میکنه که بریم برگردیم چک بکنیم خودمون رو مطمئن کنیم. بعضی ها هستن که روی حرفایی که دیگران میزنن، مخصوصا کسایی رو که باهاشون یه تجربه ای دارن و فکر میکنن نکنه این داره مثلا به یه دلیلی این حرف رو میزنه یا به یه دلیلی این کارو میکنه، نکنه دروغ میگه، هی میخواد سوال کنن و هی مطمئن بشن، باز دوباره اون ذهن مریض قانع نمیشه به خاطر اینکه میخواد اون سوال رو تکرار کنه، یا رفتارهای تکراری یا افکار تکراری. رفتارهای تکراری مثل دست شستن فراوون، یعنی شما میرین دستاتون رو میشورین، باز میگه نه الان این اشکال داره، الان این کثیفه، میرین دوباره مثلا یک جایی رو که قراره مثلا فکر میکنین کثیفه تمیز پاکش میکنین، باز دوباره میگه نه، باز میرین ادامه میدی. اینا افکار، البته یه ذره زمینه ارثی داره، ولی اینکه خودمون وقتی که ما بهش بها بدیم یه فکری رو، چون فکر سلطان جهانه، اون فکر به شما اگر غلبه کنه و اجازه بدین هر افکاری، چون به هر حال روش منفیه، یعنی داره ما رو وقتمون رو از بین میبره و حالمون رو خراب میکنه، ما اجازه میدیم این افکار بیاد، این افکار منفی، میدونین افکار منفی که ما سالها خو کردیم بهش، چطوری؟ وقتی که بهتون میگیم یک خاطره خوش رو تعریف کنین، چون خاطرات خوش زندگیتون رو آدم ها نمیان مرور کنن، بگن او 10 سال پیش اون جشن مثلا سالگرد ازدواجم یا جشن نامزدیم هرچی چقدر عالی بود، و اون صحنه ها رو پیش خودتون مجسم بکنیم ببینیم و لذت بریم. ذهن ما اون فطرتا گرایش به منفی داره، یعنی به خاطر همینم من همیشه الان 10-12 بیشتر راجع 14-15 سالی تو تلویزیون های مختلف که بودم، تمام مدت دارم میگم تربیت دوباره ذهن، یاد بگیریم ذهنمون رو تربیت بکنیم، یاد بگیریم منفیا
خود به خود میان اگر ما تربیتش نکنیم. حالا چه جوری خاطرات و کسی که دیپرشن میگیرن و آدمایی که افسرده میشن، ناامید میشن، هوپلسنس، هلپلسنس، این حالت وقتی برسه مخصوصا در سنین بالاتر، به خاطر این افکاریه که ما میشینیم و رومینیشن یعنی نشخار، به زبان انگلیسی نشخار افکاری که ما را آزار میداده، خاطراتی که ما را آزار داده در که 10 سال پیش، 15 سال پیش، 20 سال پیش، و ما اینا رو هی میاریم و به خاطر همینم همیشه فرشه، اون خاطرات همیشه تازه است. چرا؟ برای اینکه خاطره ما تصویر داره. شما نمیتونین یه خاطره رو تو ذهنتون بیارین تصویر نشته باشه. الان من بهتون بگم مثلا فکر کنین که توی مثلا یه تاکسی نشستین، دارین یه جایی میرین، چی با این حرفی که میزنم چی رو برای شما به وجود میاره؟ تداعی میکنه اینکه توی ماشین نشسته خودتون رو اونجا میبینید. الان یا فکر کنید که الان مثلا کنار دریا چقدر هوای خوبیه، باد ملایم تو صورتتون میخوره، حرف رو میزنیم خودتون رو اونجا فرض میکنید. ذهن ما اینقدر واقعا قادر هستش. پس ما چون کریتیو هستیم، ذهن ما خلاقه. و این کتاب من نوشتم براتون، رمز موفقیت و ذهن خلاق، یعنی یاد بگیرین از خلاقیت ذهنتون برای موفقیتتون استفاده کنین، نه برای تکرار افکار منفی، تکرار نمیدونم خاطرات گذشته‌ای که هیچ گونه اقتداری برای برگردوندن اونا ندارین. آیا قدرت دارین که اون خاطرات رو بیاریم و از بین ببرین؟ البته من یه سری از خاطرات گذشته رو توی تراپی بیرنگ میکنم و اونقدر از اون قدرتش میگیرم، چیزایی که خیلی روی شما اثر زیادی گذاشته باشه. ولی کلا افسردگی از کجا میاد؟ از اینجا که من تمام مدت دارم مرور میکنم، من یادتون میمونه. وقتی ما خاطر 10 سال 15 سال پیش تصویرش میاریم، حالا هرت شدیم، اونجا عذاب کشیدیم، یک کسی به ما ظلم کرده، یه جوری ناراحتی برامون به وجود آورده یا هرچی، و تمام بابام این کاری کرده، همسرم اون برنامه رو کرده، من اصلا بچه بودم. بعضی اصلا خاطرات بچگی و فشاری که اونجا بوده، اون بیشترین فشار رو براشون میاره. موقعی که بچه بودم اینجوری شد و تمام اونا میاد و زندگی شما رو در حقیقت تحت شعاع قرار میده. چرا؟ برای اینکه من خودمو میسپارم به دست این منفی ها. ذهن ما گرایش به منفی داره به خاطر اینکه ماهیتش منفیه. 50,000 فکر حدوداً در روز میکنیم که 45,000 تا از این افکار منفیه. یکی دیر بیاد، ما نمیگیم به به داره بهش خوش میگذره، الان حالش خوبه، خدا رو شکر. شروع میکنیم دلشوره پیدا کردم. یک مثلا اینترویو شغلی دارین، تمام مدت نشستین وای من که قبول نمیشم، از من بهترها خیلی هستن، شروع میکنه حالتو بد میکنی. ببینیم ما خود تخریبی میکنیم، من خودم حالمو خراب میکنم، من خودم رو به حال بد میاندازم. هیچ کس غیر از من این قدرت رو نداره، منم که انتخاب میکنم. اگه این مثلا آقا یا اون اوضاع احوال یه جوری یه نگاهی اون آقا به من کرد، مثلا حقارت آمیز، یا یک حرفی یک کسی به من زد که من ناراحت شدم، یا حرف گزنده‌ای بود، اینو نگهش میدارم و شروع میکنم باهاش زندگی کردن، خودم رو عذاب میدم. پس انتخاب منه که ما منفی ها رو ناخودآگاه برمیگذینیم. از این 45,000 منفی ما 5,000 تا هم مثبت فکر میتونیم بکنیم. ما این 5,000 تا رو قدرت بدیم در روز. ببینین چقدر ما ابر کامپیوتر بزرگ جهان که مغز ماست چقدر قادره، چقدر ما آدم های قدرتمندی هستیم و چقدر میتونیم غلبه بکنیم بر تمام این منفی ها و کرییت خلق بکنیم دستنیمونو. سرنوشت من بستگی به تفکر من داره. منم که سرنوشت خودم رو میتونم خلقش بکنم به بهترین نحوی، و میتونم میزربل باشم، میتونم خودم رو بدبخت و ناراحت و پریشان احساس بکنم.
گفتم تصویری که حتی ما از خودمون داریم چقدر مهمه. تصویر ذهنی شما از خودت چیه؟ وقتی خودتو حقیر و ناتوان ناچیز میبینی به خاطر اینکه دیگران را هم حتی اون سلف کانسپت و سلف ایمیج، سلف کانسپت یعنی تصویری که ما داریم تحت تاثیر برداشت هایی که از دیگران داریم که دیگران در مورد ما چه فکر میکنن و خیلی برامون مهم میشه. و بعد تصویر ذهنی منفی که از خودمون داریم از طریق پدر مادر دوران کودکی و خودمون، این تصویر ذهنی در ما به صورت منفی یا مثبت به وجود میاد و این تصویر ذهنی ما میتونه برای ما مفید باشه، میتونه ما رو قدرتمند بکنه یا میتونه ما رو ناتوان بکنه. خیلی مهمه که ما این تصویر ذهنی رو برای خودمون جوری بسازیم که به خاطر اون unconscious mind ما. من توی این کتاب براتون نوشتم که از طریق واقعا هیپنوتراپی ما میتونیم توی unconscious mind یا ضمیر ناخودآگاهمون خواسته هامون رو بپرورونیم. اما وقتی که من از طریق ذهن آگاهم آگاهانه دارم میگم من بدبختم، من ناتوانم، من نمیتونم، من این مشکل رو دارم، به خاطر همین این خودمون رو منزوی میکنیم. ما میتونیم و تمام این رو من وقتی تو این کتاب براتون نوشتم، میتونین هر صفحه این کتاب، به قول اون کسایی که میخونن میگن هر صفحه این کتاب 100 صفحه اطلاعات به ما میده. اینا درسته، به خاطر اینکه چکیده ای از خیلی چیزهای مهم رو من برای شما به صورت این رمز موفقیت درآوردم و این میتونه خیلی دستمایه خوبی باشه. یک سی دی هم باهاش میاد، این سی دی از درباره مسائل کتاب توش صحبت شده و دوتا هم توش مدیتیشن داره که مدیتیشن هم خودش باعث آرام کردن ذهن ما میشه و حتی توی کتابم من در مورد اینکه چجوری مدیتیشن بکنیم و خواص مدیتیشن چی هست براتون توضیح دادم. اینا خیلی مهمه و یاد بگیریم که مهمترین چیز اینه که تصویر ذهنی خودمون رو درست بکنیم و یاد بگیریم که یک تصویر ماهرانه از خودمون داشته باشیم. افراد خیلی مهم و در حقیقت موفق جامعه مثل مثلا ناپلئون بناپارت که در جنگ ها میخواست بره برای اینکه توی اون جنگ موفق بشه، مثلا روزهای قبل ادوات جنگی رو، آلات و ادوات جنگی رو تو ذهنش میچید تو اون راهی که داشت میرفت، از قبل تصویرش رو می آورد و بر مبنای اون می رفت و اون کارو می کرد و خودش رو در آخر موفق می دید. ببینین ما همه چیز رو می تونیم توی ذهنمون تصویر بکنیم، خواسته هامون رو و دنبالش رو بگیریم. بعضی مثلا میگن نه هی ما گفتیم و تصویر ساختیم چیزی نشد. گفتم خب پس برگردیم به همون منفی ها، برگردیم همون ها رو تکرار کن. خب موقع اگر نتیجه داشت که شما به نتیجهش رسیده بودید، حالا تکرار کنین خواسته هاتون رو تو ذهنتون، تصویر سازی کنین. من اینا رو همه رو توی هیپنوتراپی با هاتون کار میکنم، توی تراپی که یاد بگیریم فکر سلطان جهانه. یعنی من منشأ واقعا 99% بیماری های جسمی است، اینو بهش میگن سایکوسوماتیک، جسمی روانی. من از طریق تفکر منفیم ذهنم شروع میکنم افسرده شدن، ناراحت شدن. بعد به خاطر اینکه ذهن من منو نجات بده، سوروایو بکنه از این افکاری که من برای سلوشنی راه حلی ندارم، یه دردی رو توی جسم من میندازه، یه دردی در جسم من میندازه که این درد به چه دلیل میفرسته؟ به دلیل اینکه از طریق این درد من افکارم متوجه بادیم میشه، دیگه نمیام فکر بکنم. وقتی که فکری که میکنم نمیتونم، چاره‌ای براش ندارم. چرا ما چاره نداریم برای فکرهای گذشته منفی؟ یه اتفاقی
ده سال پیشو. من الان یه مریضی دارم، یه کسی هستش که میگه ای بابا خانم دکتر وقتی من فکر میگم، میگم 10 سال پیش من یه بیزینسی داشتم، بعد اونو از ترس این که نکنه مثلا برشکست بشم یا فروشم زیاد خوب نبود اونجا رو فروختم، اون کسی که خریده الان چقدر موفقه، و تمام این افکار باعث شده که ایشون دیپریشن گرفته و همشم میگه من به خاطر این دیپریشنی که فکرهای منفی میکنم میترسم سرطان بگیرم. حالا اومده تو تراپی. باید ببینیم که ببینین 10 سال پیش من یه کاری رو کردم و یه بیزینس رو فروختم، حالا اون موفق شد یا نشده، الان افسوس چی رو ما میخوریم؟ اگر باز آدم ها برگردن به همون 10 سال پیش 5 سال پیش که دارن افسوسش رو میخورن با همون طرز تفکر آن زمان، نه الان. بله الان اون آقا دیده که خب اون کسی که خریده رفته بیزینسش هم خیلی پر رونقه و ایشون الان ناراحت پشیمانه. اما اگر برگردیم به همون زمان، ما همون کاری رو میکنیم که قبلا کردیم. حالا از آقای اندرو خواهش میکنم یک تبلیغ بذارن یا آنتراک بذارن. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. دکتر آتوسا نیکاین، ارتودونتیست با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندانها، درمان ناهنجاری های فک و صورت، اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصص ارتودونسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودونسی، عضو انجمن ارتودونتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت مایانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-11-13 310-444-11-13 دکتر آتوسا نیکاین، ارتودونتیست. باز دنباله صحبت هم میگیرم این که یادمون باشه ما توی تئاتر زندگی یک هنرپیشه هستیم، یعنی توی این دوره زندگی حالا کوتاه گذرا یا هر چی که میخوایم فکر کنی یا خیلی طولانی و دائم، چون ما جاودانه باقی میمونه روحمون، بنابراین حالا تو لایف این لایفمون حالا هر کاری میخوایم بکنیم میتونین در این تئاتر هنرپیشه خوبی باشین، میتونین نقش خوبی رو انتخاب بکنین و میتونین یه نقش خشونت آمیزی رو انتخاب کنین، نقش منفی انتخاب کنین، نقش حسوده، نمیدونم قبطه بخوریم، همه اینا رو میتونین شما انتخاب بکنین، اما عذاب فقط میکشین. میتونین نقش مهربانی، نقش عشق، نقش گذشت رو ایفا کنین. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر. سلام علیکم. خانم دکتر، من دو تا مطلب دارم. یکی این که در ارتباط با چشم زدن و چشم زخم از این حرفا، من با یکی از همکارانی کنم چند روز پیش صحبت داشتم، متاسفانه نتیجه این نگرفتم. میخوام ببینم آیا شما به این موضوع اعتقاد دارین یا نه، و اگر اعتقاد دارین به چه صورتی هستش؟ چرا بعضی ها بیشتر در تیررس این چشم قرار میگیرن، بعضی ها نه؟ یعنی ممکن یه نفر دنیا مال و ثروت و زندگی و خوشی و خوشبختی داشته باشه، به همه هم اعلام بکنه، به روخ همه هم میکشه، هیچ اتفاقی براش نمیفته، اما اگه یه کسی دیگه یه پیچ کوچیک داشته باشه مورد چشم زخم قرار میگیره،
با توجه به این که به این موضوع میشده نشه که اون قلبش پاکه یا اون قلبش ناپاکه. اگه هر دو در یک موقعیت روحی روانه قرار بدیم، یا این که از کجا میفهمین اون با چش زدن بازه؟ ببینین اگه یکی وضعش خوبه یا بد خراب شده، از کجا میدونین یکی چشش زده وضعش خراب شده؟ از کجا مطمئنین برا سر چش زدن وضع اون آدم خراب شده ولی وضع اون یکی آدم که خیلی ثروتمنده چشم بهش اثر نکرده و حالش خوبه و زندگیش هم؟ این تفکر شماست. آیا شما اویدنس تو این به خاطر این مسئله آیا شما دلیل و مدرکی دارین که اون آدم چشمش زدن و بعد به خاطر چشم زدن یه همچی اتفاقی براش افتاد و اون یکی چشمش نزدن الان ثروتمنده حالش خوبه؟ از کجا میدونه؟ شما اولا صداتون قطع و وصل میشه. من به خیلی من نمیدونم چرا صدا قطع و وصل میشه، شاید تلفنشو الان خوب شد. من دارم به سخت نمیشنوم، ایرادی نداره، من برنامه تونم ضبط میکنم بعدم بشنوم. خواهش میکنم. دوم که دقیقا این موضوع درست میگه. من میخوام بگم شما اصلا اعتقاد دارید به چشم زدن یا نه؟ اصلا چشم زدن یعنی چی؟ یعنی نگاتیو انرژی از یک فردی میری؟ بله، یعنی روی که از چشم زده میشه، یعنی همون چشمی که با قدرت چشم آدم میتونه خیلی کارها انجام بده. خب با قدرت چشم میتونه قاشقا رو با اون انرژی که میفرسته میتونه قاشقا رو تا کنه، نمیده از راه دور، یه سری کارا قدرتایی هست که آدما انجام میدن. ولی این که شما مطمئن باشین یکی برای سر چش زدن یه وضعش خراب شده، اینو نمیتونیم ثابت بکنیم که اینو چش زده. البته نگاتیو انرژی تو امریکا هم میگن یه همچین حالتی وقتی میاد، چوب ناکانده وود یعنی چی؟ وقتی به چوب میزنی میگه اون انرژی نگاتیوی که میاد اینجا قطع میشه و مسیرش به سمت اون آدم نمیره. اینم تو امریکا این ناکانده وود رو دارن که این چیزای منفی رو به طریق زدن به چوب اینو رفعش کنن. اما ما نمیتونیم دلیل و مدرکی براش داشته باشیم که این حتما بر اثر چش زدن اون اشکال براش پیش اومده. و حالا اگر میگن اسفند دود کنی، اسفند چون محیط رو پاک میکنه، استرلیزه میکنه، تمیز میکنه، اینو خواستم به این شکل از این اسفند استفاده بشه برای فضای خونه، باز هم به هر دلایل خیلی خوبی دارن برای این چیزا، دلایلی که میتونه مثلا برای سلامتی ما خوب باشه اون اسفند. ولی شما خودت اعتقاد داری که چش زدن میتونه کارهای وحشتناکی رو انجام بده؟ خانم من دقیقا دو نفر رو سراغ دارم. یک نفر اگر میگم میتونه پیچ داشته باشه، یه نفر ببینه کسی دیگه که ببینه هیچ هم نداشته باشه، فقط یه پیچ داشته باشه به اون همون پیچه هم چشم خواهد پیچه کج میشه. ولی دقیقا دو نفر در تو قصد هستن که همین شده که دارم من دارم برای کنیم، یه دیگه که هر جام داشته باشه هیچ اتفاقی برایش نمی کنم گاهت نمیدونم میتونم مثلا بیان کنم، میتونی شما درک کنیم من چی میگم؟ خب آخه ببینین چرا اون در معرض چشم قرار نمیگیره؟ این در شاید اون باور نداره که چشمی وجود داره، من چون باور نداره برایش اتفاق نمیفته. وقتی من باور دارم باور داره، اون هم باور داره خیلی. خب چیکار میکنه برای چشم؟ برای که چشم نزنن چیکار میکنه؟ خود چه جوری پروتکت میکنه که چشمش نزنن؟ نمیدونم. خب آخه میگی باور داره به فکر، باور داره به اینکه چشم مهمه. من یه مریضی داشتم اتفاقا تقریبا یه ماه پیش اومد به من گفت خانم دکتر من خونه یه نمیدونم خاله دوستم از قبل دوستم بهم گفته و خالش مثلا طبقه بالای خونه اونا زندگی میکرد، گفت خاله من خیلی چشش شوره و فلانه اینا، ما خودمونم زیاد در مرز چشم اون نمیریم. این خانم میگفت من رفتم اتفاقا خالش اومد پایین و همطوری با هم سلام علیک کردیم و اینا، من بعدا رفتم دستم رو بشورم، این گردنبند من که روشم حتی نمیم چشم گذاشته بود یا هرچی، میگفت منفجر شد، مهرش رفت توی اون چاهک دستشویی. یعنی به محض اینکه اون چشمش، حالا من نمیدونم ما تلقین میکنیم به خودمون
وقتی که این گفتم شما ممکنه اون خانم وقتی بهت گفته خاله من چش شوره، شما همش نگران بودی و مطمئن بودی اون چشش ممکنه به شما اصابت کنه. اینم میتونه باشه که اگه من بلیف داشته باشم همه جا مواظب باشم نکنه چش زخمی به من بخوره، اون اتفاق میفته. ولی اگر کسی باورم نداشته باشه، حالا الان اتفاقی براش میفته نمیگه چش زخم بوده یا چشم کردن. اون که باور نداره ممکنه اتفاقات بعدی هم براش افتاده باشه، ولی چون باور نداره یادش هم نمیاد. ولی این دختر خانم قبول داشت که چش تاثیر داره و میگفت این اصلا گردنبند من منفجر شد، و برای که گفت گردنبند چه قشنگه به من، گفت خانمه به من گفت گردنبند چه قشنگه، رفتش دو سه دقیقه بعد این گردنبندی که محکم متاسفانه صدای شما خیلی بد میاد، همش قطع و وصل میشه. من تصمیم میگم که سوالات بپرسم و سوالاتونو بپرسین از تلویزیون نگاه کنین. من نمیدونم تلفن اینجا شاید خراب باشه، بعد علی آقای اندرو فکرش. من اجازه بدید من پس سوالامو دو تا سوال میگم دارم بکن عزیزم بپرسین. تلفن گوش میدم. از ایران زنگ میزنین شما؟ از ایران بگه سوالاتونه عزیزم. این دو از البته شما اینو میفرمون اعتقاد داشتن اعتقاد نداشتن میگم، ما الان این دو جنگاش کردم دو شکل مختلف هم هر دو هم اعتقاد دارن. یکیش هم خیلی اون شخصه خیلی قلبش باکه، اون یکی هم خیلی قلبش ناپاکه. خب اونی که پول داره قلبش ناپاکه، اونی که پول داره قلبش ناپاکه. خیلی پول داره، پول نداره، خوشبختی داره، موفقیت داره. نمیگم خب، یعنی منظورم اینه که موفق، خوشحال، خوشبخت، هپی، ثروتمنده، همه اینا با همه دیگه. خب ثروتمند نیست، خوشبخته، ولی خوشبخته در یعنی اینجوریه که خوشبخته، یعنی شوهرش هپیه، بچه های خوب داره، حامله هستش، زندگی شادیه، خوشبخته. خدا رو شد دقیقا کسی که هستش که مثلا در بود مخالفی شخص هستش یه زندگی بد و بدبختی داره، نه اون کسی که چشمش از سر میداره، نه میدونی یه خیلی بدی داره، چند سال ازدواج کرده، بچه دار نمیشه، در حسط بچه داره میسوزه. بعد من میخواستم بهش بگم که مواظب باش، حتی حاملگی تو از اون پنهان کن، مبوده چشمت بسنه و اتفاق رو پرده. کدوم چشش شوره؟ کدوماشون چشش شوره؟ بله. همون خوشبخته؟ اون که بدبخته، اون که بدبخته چشش شوره خودشم؟ بله، خیلی چشمش شوره، ولی به این فرق دادم این نمی کنه به شخص دیگه که اصلا تو سرده اون نیستش. اصلا می دونیم این که من بخواهم خودم رو با بعضا اینکتر مقایسه بکنم، بگم که اینکتر اینقدر دانش داشته و فلانه چطور من ندارم. می دونیم چه می خواهم بگم، نمیتونم، امیدوارم بتونم مطلب. خب ببینین شما گفتین سوال دیگه دارین، یه سوالتون چیز زدن بود مخالف هم، یعنی مثلا من الان برقرد به شما حسودی رو کنم که چرا شما الان تو تلویزیون نشستین دارین صحبت میکنین، چرا مثلا این موقعیت رو من ندارم، اصلا تو فاز مختلف هستیم، من چطور بتونم به شما حسادت بکنم. ولی اون شخص به شخص دیگه این که توی موقعیت مخالف این هسته حسادت رو به اون نسانش هم بدجور صدمه میزنه. خب ببین سوال دیگه تونو بکنی، یکی در مورد چشم سوال کردین، گفتین دو سه تا سوال دارم، سوالای دیگه تونو بکنی. خدمتتون میگم یکی دیگه قندسه، یکی در ارتباط با هیپنوتراپی هستش که بعضی مدعی هستن که ما شما رو هیپنوتیز میکنیم و به زندگی گذشتتون میبریم. شما چند تا زندگی داشتین، چندین زندگی مختلف داشتین، به زندگی گذشتتون میبرم. خود من چندین مرحله مورد هیپنوتیزم قرار گرفتم، اما حقیقت هم به هیچ جایی هم نرفتم، همش فقط یک تلقین بود، یعنی بهترین هیپنوتراپا یه تلقین بودش. یعنی بعدی مثلا شخص از من پرسید، گفتم والا من هر چی شما میگید من بهتون نمیگم، ولی قشنگ همه رو بهش گفتم و همه رو تو رو میتونم که احساسی کنم ناعلاجم که دارم بهتون میگم. آره بس سوالتون رو سریع بکنیم، به من گفتم من 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم. بله، شما بله. سوال بعدیتون هم بکنیم. همین دوستان رو خواهد جواب بدین، سوال سوم میتونم برای فرصت هایی بس. ممنونی کنم، خواهش میکنم، خدا نگه تو سوال نداری من قاعد کنم. نه من سوالی ندارم، ممنون، خواهش میکنم.
یکی در مورد چیز زدن بود که بهتون گفتم دیگه ما ممکنه نگاتیو انرژی ها به سمتمون بیاد، ولی اینا میگن قبول داریم یا هرچی. هر کی قبول داره خب برای خودش پروتکتی به وجود میاره، هر کی هم قبول نداره اینا بستگی داریم اینکه ما واقعا اونو باور بکنیم. حالا دلیل علمی نمیتونیم پشت سرش بگیم، غیر از اینکه انرژی های منفی که حالا از نگاه افراد، از حس افراد منتقل میشه، ممکنه که برای اون آدمی که تأثیر پذیر بوده تأثیر بذاره، ولی دلیل علمی نداره، میتونه خرافات باشه. یه مسئله دیگه ایشون گفتن پس لایف ها رو توی هیپنوتراپی، یعنی بهش میگن پس لایف ریدینگ، یعنی ما میتونیم پس لایف هیپنوتراپی، با هیپنوتراپی پس آدم رو ببریم به زندگی های گذشته، حالا زندگی اولش یا زندگی بعدش یا زندگی یعنی دو زندگی قبل، چهار زندگی قبل، بستگی داره به هر حال با اون تکنیکی که کار میکنه. اینجا البته پس لایف ریدینگ رو منم انجام میدم و درسته، تلقینم نیستش، شما میتونین اونا رو بریم و ببینین از طریق هیپنوتراپی. حدودا ممکنه 2-3% افراد اصلا توی هیپنوتراپی نمیتونن برن توی اون آنکانشس مایندشون، اینا دیگه اون چیزو ندارن. تمام زندگی ما تلقینه. Suggestibility is the most important to our life، یعنی ما تلقین پذیری همه زندگی ما رو تشکیل میده. از بچگی خوب نیستی، بچه بدی یا بچه خوبی، هم خوبی هستی قربونت برم، عالی یا فوشمون بدم، اون موقع اون بچه با تلقین هایی که بهش میشه، تو اینی تو اونی تو اونی، مگه تلقین نیست؟ تو موفقی، خودتون با خودتون میتونی از ساجستیبیلیتی، از تلقین پذیری بر خودتون استفاده کنی. من موفقم، من خوشبختم، من خوشحالم، من ثروتمندم، من هر چیزی، من نور خدا هستم. میتونید همه جور خودتون رو پروتکت بکنید، اما ما همش هستیم من بدبختم، من نمیتونم، من ناتوانم، اون چشمم زد اینجوری شدم، این یکی با من این کارو کرد، من همش میخوام توپو پرت کنیم به زمین یکی دیگه، بگیم اونا باعث شدن من الان حالم بده. نه، خودت باعث میشه حالت بده، انتخاب شماست. یادتون باشه من وقتی که یه خانمی بعد از 25 سال زندگی که میگه پدرمو درآوردن، اینقدر من آقا مثلا اذیتم کرده فلان، حالا بعد از 25 سال میخوام طلاق بگیرم، چرا؟ به خاطر اینکه من آدمی هستم، این تلفنم بگیرید، من حالا یه 5 دقیقه دیرتر. ببینین ما میتونیم یه همچی، انتخاب شما این بوده که تو سرتون زدن، دعواتون کردن، اذیتتون کردن، باز شما تو همون زندگی 25 سال موندی، نخواستی روش خودتو تقصیر هیچ کسی نیست، گناهکارم کسی نیست، شما هم گناهکار نیستی. اما درود بر شما، بفرمایید. به تلویزیون گوش ندین عزیزم، بفرمایید. الو جانم، سلام. کوتاه سوال کوتاه کنین چون وقت من الان در حال تموم شدنه. سلام خانم، من چند تا سوال داشتم کوتاه. من 3 سال پیش گردنم عمل کردم، مهرهای 4 و 5 و 3 و 5 اینا رو عمل کردم، بعد از اون همش گردن درد و سردرد میگیرم، بعد تعادلم بالانس درست ندارم، بخواستم ببینم این از اعصابم میشه باشه؟ ببینین مشخصا شما باید برین پیش کایروپراکتر. تو ایران اگه کایروپراکتر داره، کایروپراکتر خیلی خوب اجاست میکنن، درست میکنن. اگر درد بعد از عمل دارین، احتیاج دارین به اون کایروپراکتر که براتون اینجا الان کایروپراکتر خیلی کار میکنن. من کسایی رو دیدم که رفتم و درد کمر، درد پا، گردن، همه اینا رو عالی انجام شده. من چون تخصصی در مورد اون مسئله ندارم دیگه نمیتونم صحبتی در این رابطه کنم. این کتاب منم میتونین از وبسایت من www.drparvinnizami.com کتاب و سی دی. این کتاب به عنوان رفرنس شماست، خیلی طولانی نیست ولی انقدر مطالبش
عمیق هستش که میتونین همواره ازش استفاده کنین. و کسایی که سفارش کتاب داده بودن براشون فرستاده شد، با یک سی دی میاد www.drparvinnizami.com و من این کتاب الان 2000 جلد سفارش داده بودم تموم داره میشه، دوباره داریم چاپ دوبارهش رو انجام میدیم. به هر حال میتونین در ایران هم بخواین مشاوره کنین با من، میتونین از در حقیقت برای مشاوره با من با شماره 0919 در ایران 793-2933 با اون شماره تماس بگیرین، 0919-793-2933 با این شماره تماس بگیرین، هم کتاب سفارش بدین و همین که میتونیم برای مشاوره رایگان. همه کسایی که همه جای دنیا افراد فارسی زبان، حالا نمیگم ایرانی چون ممکنه به بعضیا بگن ای خان دکتر ما مثلا فارسی زبانیم ولی ایرانی، گفتم اشکال نداره، هر کسی که فارسی زبانه و میفهمه در ارتباط این که ما داریم صحبت میکنیم باهاشون میتونن مشاوره رایگان داشته باشن. انگلیسی زبانه هم که الان ما داریم فارسی زبان میزنیم، خب اگر خواستن میتونن، من مشاوره رایگان به انگلیسی زبان ها هم میدم اگر نیاز داشته باشن. به هر حال چیزی که پیغام آخری که من میخوام بدم اینه که ما خودمون انتخاب میکنیم یه عمری تحت فشار قرار بگیریم، بعد 25 سال که یه روشی رو ادامه دادیم، ترسیدیم از آقای گفته اینجا نرو چشم، اونجا برو چشم، داد زده سر فوری چیز کردی، به بچت گفتی بابا عصبانی میشه نیای جلو، بابا اینه. خب وقتی این کارا رو دارین میکنین یه عمری اینا رو پذیرفتین که بهتون فشار بیاد و زجرشو کشیدین، نه روش خودتون رو عوض کردین، نخواستین یه فکر دیگه بگم، حالا گیواب کردین، بعد از 25 سال میگه دیگه نمیتونم تحمل کنم. 25 سال فشار و بهتر سالهای زندگیتون رو گذاشته نیومدین یه تغییری در رفتارتون بدین. اون آدمی که به من پرخاش میکنه، به من فحش میده، داد میزنه به شما، شما اجازهشو دادین، ادامه داده. وقتی یه بار کرد و در مقابلش خیلی مؤدبانه باهاش برخوردی کردین که من دوست ندارم با من این رفتار انجام بشه، یا بیا بریم پیش مشاور، بیا بریم ببینیم، حالا اون میگه تو مشکل داری برو پیش مشاور، تمام آقایون به خاطر اینکه تمام اشکالا رو با رفتارای پرخوشگرانه ای که اونا بیلد اپ کردن و فکر میکنن باید زندگی رو کنترل کنن، زن رو کنترل کنن، شروع میکنن اینجوری با همه در ارتباط بودن. پس یادتون باشه از ماست که بر ماست، اگه دارین زجر میکشیم انتخاب کردیم 25 سال بعد 25 سال حالا باهاتون کار میکنم، من خانم ها زنگ زدن چندین نفر و باشه اشکال نداره، اما حالا it's not too late، الان هم یاد بگیرین. درسته، همتون دوست دارم و از آقای دکتر که برای من هر دفعه گل میارن تشکر میکنم، دکتر آقا، و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم، همتون دوست دارم، خدا نگهدارتون، تا درودی دیگر، بدرود عزیز. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. دکتر آتوسا نیکاین، ارتودونتیست با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندانها، درمان ناهنجاری‌های فک و صورت اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصص ارتودونسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودونسی، عضو انجمن ارتودونتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت ماهیانه بدون بهره. تلفن تماس 310 444 11 13
310-444-11-13 دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیست.